منم خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این چینل را سابسکرایب نموده و ویدیوهای ما را با دوستان خود شریک سازید. با گزارش خبرگزاری ایندیپندنت فارسی، اعلام دولت موازی یا انتحار سیاسی، پامپیو با دکتر عبدالله درباره مداخله سپاه پاسداران در انتخابات افغانستان هشدار داده بود. در افغانستان با تأخیر بیش از 3 ماه پس از پایان مهلت بررسی شکایات و بازشماری آرای مورد مناقشه، روز سه‌شنبه کمیسیون مستقل انتخابات محمد اشرف غنی را برنده قاطع انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. نتیجه نهایی با آنچه که پیش از این در نتیجه ابتدایی اعلام شده بود اختلاف چندانی نداشت. اشرف غنی پیشتاز در انتخابات ابتدایی و نهایی با کسب نزدیک به 51% آرای اخذ شده برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. در مقابل دکتر عبدالله با نزدیک به کسب 40% از آرای مؤاخذه در مقام دوم قرار گرفت. واکنش آقای عبدالله پس از اعلام پیروزی اشرف غنی قابل پیشبینی بود، از آن جهت که در 3.5 ماه گذشته بیش از آن که کمیسیون مستقل انتخابات مشغول بررسی آرای مورد مناقشه باشد، دو کاندید اصلی در کش و قوس کنار رفتن یکی و تن ندادن دیگری به این تعبیر بودند. بهتر از بگوییم که تیم ثبات و همگرایی به ریاست دکتر عبدالله در کشاکشش با تیم دولت ساز به ریاست دکتر محمد اشرف غنی بود تا بلکه پیش از اعلام نتایج نهایی بتواند با توسل به عدم قبول نتیجه یا انتخابات را به مرحله دوم بکشاند یا تدبیر دیگر برای حضور دکتر عبدالله در دولت آینده بیندیشند. مقاومت اشرف غنی و اصرار بر ایجاد دولتی که یک پارچه و برآمده از آرای مستقیم مردم و بدون دادن سهم مشارکتی با آقای عبدالله دلیل اصلی تأخیر در اعلام نتیجه انتخابات بود. آنچه که روز سه‌شنبه دکتر عبدالله درباره تشکیل دولت دیگری بر زبان آورد، سهم خواهی از اشرف غنی و در غیر این صورت تهدید به ناامنی در کشور بود. البته که در گفته های بعدی تیم انتخاباتی و عبارت تشکیل دولت موازی را تکذیب کردند و این جمله را به جنرال عبدالرشید دوستم از اعضای ارشد تیم دکتر عبدالله معاون اول نسبت داد. هرچند که این گفته سری دکتر عبدالله همچنان در صفحه فیسبوک ایشان موجود است. از اشرف غنی نقل قول شده است که در روزهای گذشته و پیش از اعلام نتیجه انتخابات گفته بود که با همه عکس جور می آییم. جز دکتر عبدالله به این معنا که سهمی در حکومت و عبدالله نخواهم داد. با واقعات و شرایط فعلی افغانستان که نگاه کنیم، تهدید دکتر عبدالله و نیروهای آمی وی را چقدر می توان جدی گرفت؟ دولت موازی به معنای خودکشی سیاسی برای دکتر عبدالله است. دکتر عبدالله در نشست خبری در کابل نتیجه انتخابات را رد کرد و گفت تیم او پیروز این انتخابات است و حکومت همه شمول تشکیل خواهد داد. دکتر عبدالله چه قلمرو و جغرافیه در افغانستان در اختیار دارد که بتواند بر اتکا بر آن دولت موازی و یا حکومت همه شمول تشکیل دهد؟ ارتش و نیروهای مسلح دارد و یا قصد کودتا بر علیه نهادهای مدنی کشور؟ چه پشتوانه بین المللی را همراه خود میبیند تا بر اساس بخواهد اقدام کند؟ به نظر میرسد که در انتخابات که در 1398 برگزار شد، جمهوری اسلامی ایران از گروه های جهادی آمی دکتر عبدالله حمایت میکرد. منابع مطلع در دولت امریکا در گفتگو با ایندیپندنت فارسی از تحریک تیم ثبات و همگرایی توسط سپاه پاسداران خبر داده بودند. بر اساس این اطلاعات، آنها در حمایت از تیم دکتر عبدالله پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات به نفع اشرف غنی از آنها خواسته بودند که ایادی و گروه های تحت نفوذ خود را برای تظاهرات و شورش به خیابان ها دعوت کند.
اقدامی که در همان روزای نخست دعوت به حضور گسترده طرفداران دکتر عبدالله در خیابان‌ها با واکنش جامعه بین الملل و نگرانی عمیق مردم افغانستان از شدت گرفتن تهدیدات امنیتی توسط گروه‌های تروریستی مواجه شد. آن گونه که منابع مطلع به ما گزارش داده بودند، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در گفتگوی تلفنی با دکتر عبدالله در آذر ماه گذشته به وی درباره اطلاع از ارتباط آنها با سپاه پاسداران و مداخله این نهاد در انتخابات هشدار داده بود. پامپیو از عبدالله خواسته بود که سریعاً بساط تحریکات و اختشاشات خیابانی را که با برنامه ریزی سپاه در حال انجام گرفتن بود متوقف کند. پس از آن بود که گروه های فشار منتسب به نیروهای جهادی آمی دکتر عبدالله با خواست وی متفرق شدند. عامل دیگری که باعث می شود عدم پذیرش انتخابات توسط دکتر عبدالله با اقبال عمومی مواجه نشود، حضور برخی چهره های جهادی دارای سوی پیشینه در کنار وی می باشد. در انتخابات 5 سال پیش دکتر عبدالله ائتلاف از شخصیت های برجسته جهادی را نمایندگی می کرد که در بین مردم احترام و برش داشتند، مانند عطا محمد نور، امرالله صالح و یونس قانونی. اما در انتخابات اخیر هیچ کدام از این چهره ها و متحدان پیشین از وی حمایت نکردند و امرالله صالح نیز در کنار محمد اشرف غنی قرار گرفت. تهدید دکتر عبدالله و برخی از گروه ها و حامیان وی در جهت ایجاد دولت دیگر برخلاف قانون اساسی و اراده مردم است. بدیهی است که تب گرم ناخوشنودی و ناباوری پس از چند روز فروکش کرده و حمایت بین الملل از نتیجه انتخابات نیز فرصت را برای سرکشی و حرج مرج طلبی باقی نخواهد گذاشت. مردم رنجیده و صبور افغانستان سالیان سال است که در آرزوی صلح و آرامش و ثبات امنیت شب را به صبح می رسانند. امید برای آنها آن حال سبز دمیده از تاکستانهای سوخته در شمالی است که طالبان آنها را از بیخ و بن با آتش کشیده بودند. امید برای مردم افغانستان آن پیرمرد است که انگشت اشارهش را طالبان بعد از دیدن اثر جوهر رای دادن قطع کردن. استاد شهید برهان الدین ربانی است که برای رسیدن به صلح تن به بوسه مرگ بر شانه اش داد. امید برای این مردم فراتر از جاه‌طلبی های فردی و تهدید و دخالت در امور داخلیشان است. ممکن است که نتیجه این انتخابات به مذاق سیاست پیشگان خوش نیاید، اما برای مردم کوچه و بازار که به دنبال آرامش و زندگی هستند، حکم همان رویان صد در مسیر تاکستان سوخته جاده شمالی را دارد. شکیبایی مردم افغانستان نوید تابستان سبز در آینده نه چندان دور را می دهد. دوستان عزیز، قابل ذکر است که خبری که خدمت شما تقدیم کردید نقل شده است. وبسایت خبری ایندیپندنت فورسی بود و تیم کاری کانال جنرال اینفو در این مورد کدام نظری ندارد. همچنان در یک خبر دیگر، اعلام نتایج انتخابات چه اثرهایی بر روند صلح خواهد داشت؟ کمیسیون مستقل انتخابات سرانجام پس از در حدود 5 ماه نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری را شب گذشته سه‌شنبه 29 دلو اعلام کرد. بر بنیاد این نتیجه اشرف غنی بار دیگر رئیس جمهور منتخب اعلام شد، اما شماری از نامزدان دیگر انتخابات از جمله دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی این نتیجه را نمیپذیرد و میگوید که حکومت همشمول ایجاد میکند. نتیجه انتخابات در حال اعلام میشود که تلاش های صلح به مرحله حساسی رسیده است. اشرف غنی اخیراً گفت که قرار است تا 7 تا 10 روز دیگر توافق صلح میان طالبان و امریکا امضا شود. برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری را یک مانع در برابر پیشرفت‌های روند صلح افغانستان می‌دانند. ریاست جمهوری و حزب جمعیت اسلامی می‌گویند که اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری تأثیرات بر روند صلح می‌گذارد. نوررحمان اخلاقی، عضو رهبری جمعیت اسلامی، گفت نه تنها یک کودتا در برابر مردم سالاری بود، بلکه یک کودتا در برابر صلح هم بود. مجیب رحیمی سخنگوی ریاست جمهوری نیز افزود در این شک نیست که تحولات سیاسی و اختلافات سیاسی بالای روند صلح و تسریع آن تأثیرات خود را میگذارد. برخی دیگر از احزاب به این باور هستند که اکنون اختلاف انتخاباتی کنار گذاشته شوند و یک هیئت فراگیر برای گفتگوهای صلح از سوی سیاستگران کشور برگزیده شود. سپاس از اینکه با ما بودید. تا
تا ویدیو دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان باد.